عرض ادب و احترام به شما همیانان عزیز ارجمندم آقای رضا کیهان عزیز برنامه هدایت میکنه. اجازه بدید ابتدا به ساکن سلام بکنم به آقای دکتر محسن سازگارا در واشنگتن دی سی. سازگارا درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میگبودی و خدمت همه بینندگان عزیز. آقای سازگارا چی رو در تشیع ایجاد هر تحولی تقریبا غیر ممکنه که اگه تحولی هم ایجاد بشه توده های مردم اعتنایی بهش نمی کنن، مذهب رو از مراجعی دریافت کنید، مراجع با شرایط زمانش آشنایی ندارن، به گذشته تعلق دارن و اغلب نواندیشان دیدی در این زمینه ناکام بودن در نشوندن حرفای خودشون یا آرای خودشون بر کرسی. چرا این همه تحجر وجود داره؟ همینطور که نگاه از دوره صفویه تا به امروز تشیع حرکت وارونه داشته، یعنی در یه ماراتون وارونه شرکت کرد. ما روز به روز عقب رفتیم، هر روز احکام جدیدی صادر میشه یا قواعد تازه توسط روحانیت تشیع در ایران که اصلا مناسبتی با شرایط روزگار ما نداره. بفرمایید. خیلی سوال مهمی است و سوال ذو ابعادی است. اجازه بدید از واکاوی خود این سوال بسیار مهم شما شروع کنیم. آیا تشیع امکان رفرم درش هست؟ امکان تغییر و تبدیل درش هست؟ وقتی میگیم تغییر و تبدیل، این سوال باز تحویل میشه به یک سوال دیگه. تغییر و تبدیل در چه جهتی؟ به کدام سو؟ در مقابل چه تغییرات اجتماعی و باورهای جدیده باید تشیع هم تحول بکنه؟ من قبل از اینکه بیام به سوال چند وجهی شما، اجازه بدید یک مقدمه کوتاه تاریخی هم عرض کنم و اون این است که برخلاف چیزی که معمولاً روحانیون همه مذاهب دوست دارن بگن که اون دینی که تو مشتشونه و دارن تبلیغ میکنن عیناً مثلا از پشت پیغمبر اون دین گرفتن و دارن تحویل مردم میدن. این مسیحیت هم همینجوری روحانیتش زمانی مطرح میکرد و پاپ اعظم در واقع جانشین پتروس حواری بود و یهودیت هم مستثنی سایر ادیان و مکاتب هم. اما برخلاف اون چیزی که معمولا روحانیون دوست دارن به مردم بقبولونن، حتی روحانیت چیه مثلا میگه این لباس عجیب و غریبی که تنش هست، چون واقعا لباس عجیب و غریبی هم هست تن روحانیت شیعه، این لباس پیغمبره مثلا، در حالی که خب تحقیقات تاریخی نشون میده اصلا در اون صحرای عربستان در اون روزگاران اعراب دوختن لباس رو هم بلد نبودن، بنابراین اساسا لباس دوخته نداشتن و تو اون گرما همچین لباس هایی تنشون نمی کردن. ضمن این که در اون روزگاران به قدری شبه جزیره فقیر بود که به سختی تیکه پارچه فراهم می کردن دور خودشون می پیچیدن و کار درخشانی که آقای ترکاشوند کرده نشون میده که تحقیقی که ایشون کرده در مورد حجاب در عهد پیامبر در بخشی از کتابش نشون میده که در اون روزگاران یک پارچه دور کمرشون میبستن که به اصطلاح شرمگاهشون رو بپوشونه، حد اکثر اگر داشتن یک پارچه دیگه ایرم لنگیرم روی شونهشون مینداختن، خانم ها احتمالا گره ای می زدن سینه شون بپوشون، آقایون یا می ناختن روی شونه شون که به هر حال از آفتاب مسئول باشن. میخوام بگم یعنی این تبلیغی که یا این شمایل هایی که می کشن انگار سر پیغمبر یه عمامه گذاشتن مثلا نمیدونم یا لباس مثلا روحانیت فعلی تنشه، اینا سراپا تصوراته در واقع و مستند تاریخی نداره تا بقیه چیزها و بقیه موارد. دین هم آقای میبودی مثل بقیه مطالبی که بشر باهاش سر و کار داره، مثل هنر، مثل علم، مثل
شاخه های گوناگون فرهنگ در طول تاریخ دستخوش تحول میشه، دستخوش تغییر میشه و متناسب با جوامع مختلف تغییر شکل پیدا میکنه و به هر حال لایه های گوناگونی پیدا میکنه که به دست آدم ها صورت میگیره. و البته دینم هیچی نیست جز تاریخش، یعنی اسلام یا مسیحیت یا یهودیت یا زرتشتیگری یا هر دینی، بهائیت یا هر دین دیگری، چیزی نیست جز تاریخش. یعنی ما نمیتونیم بگیم دین اسلام یک چیزی بوده یک جایی و الان اینی که داریم مثلا اون نیست. اسلام همینیست که به هر حال در تاریخ توش علی داشته، معاویه هم داشته، توش معتزله داشته، اشاعره هم داشته، توش شیعه داشته، سنی داشته، توش فرق گوناگون داشته و این مجموعه تحولات و تطورات روی هم امروزه شده دین اسلامی که داریم. اما شیعه در ایران برعکس اون چیزی که عرض کردم، روحانیت شیعه فکر میکنه که یعنی دوست داره اینجور نشون بده، یه جور رازآلودی هم خودش رو بکنه. البته روحانیت همه مذاهب این کارو میکنن که انگار نایب وحی هستن، اونجا نشستن و از پشت پیغمبر همین حرفا رو همین شکلا و همین قیافا بودن اومدن. اصلا اینطور نیست و اتفاقا شیعه موجود در ایران از عهد صفویه که مذهب رسمی شد شیعه، یک سوم ایران به سختی شیعه بودن و شاه اسماعیل مذهب رسمی اعلام کرد، به زور شمشیر قزلباش بقیه رو به قتل میرسوندن اگر تایید نمیکردن و بسط پیدا کرد. به هم دلیل هم اهل تسنن ایران به تدریج از مرکز دور شدن، به حاشیه های کشور بسنده کردن و در احوال شاه عباس است که در سفر پیادش به مشهد در حوالی سمنان یک دهکده‌ای که منطقه‌ای که با اطراف شاید 4-5 هزار جمعیت در اون روز داشته و هنوز بر مذهب اهل سنت بودن رو دستور کشتار داد، دستور قتل عام داد. یا مرادم از خشونت ورزی است که شد و به هر کیفیت مذهب ایران شیعه شد. اما حتی در دوره صفویه شیعه هنوز به این شکلی که الان ما میبینیم در نیامد. آنچه که شیعه رو به شکل امروزی در آورد دوره قاجاری است، یعنی قرن 19 که الان وارد قرن 21 شدیم، صد و به سختی 200 سال پیشه که شروع میشه این تحولات، به خصوص در عهد فتحعلی شاه قاجار و بعدن هم شاهان دیگه تحولاتی اتفاق میفته در فکر شیعی که شاید شاخصترین چهرش رو شیخ مرتضی انصاری باید دانست در نجف، که هنوز هم کتابهای شیخ مرتضی انصاری تکست بوک و کتاب درسی حوزه‌های علمیه ماست، یعنی مکاسب او و کتاب و مکتب اصولی او مطالبی است که هنوز در واقع مکتب و کتاب درسی رسمی حوزه‌های علمیه است. شیخ مرتضی انصاری فقیه درجه اولی بود و در واقع هم اخباریون رو، اونهایی که به اصطلاح جمع و تفریق های عقلی اصلا قائل نبودند رو بیرون کردند از مین استریم، در واقع مسیر اصلی حوزه علمیه، و هم با عقل اونهایی که یه مقداری آزادتر می اندیشیدند در افتادند. بر صورت شیخ مرتضی انصاری هنری که داشت، علم اصولی رو که حالا باز در تاریخ علم اصول میگن از پشت امام باقر مثلا این شکلی بوده، باز تحقیق تاریخی نشون میده اینجوری نیست. کسی که این ادله چهارگانه رو، عقل و اجماع و قرآن و سنت رو در واقع و روایت رو، جمع و تفریق کردنش رو و به اصطلاح شکل داد، شاید همین قرن 19 هم به شکل نهاییش در اومد و خوب بافته شد به همدیگه و مکتب به اصطلاح متدی خلق شد که
آقایون روحانیون فکر میکنن برای همه چیز حالا با این متد جواب دارن. من اگه بخوام زبون ریاضی رو به کار بگیرم، در واقع مثل یک ماشین فانکشن درست شد. تو ریاضیات ما میگیم ماشین فانکشن یه معادله ایست، یک چیزیست که شما هر ایکسی رو بهش بدین یه وای اون طرف میگیرید، هر متغیری رو بگید یه تابعی رو، یه عددی، یه به اصطلاح فرمولی براش اونور در میاریم. علم اصول در واقع یک همچین ماشینیست، شما هر سوالی رو بهش بدین میتونین جمع و تفریق کنین و اون طرف یک جوابی بگیرید. مثلا اگر به یه فقیهی بگید که مرحوم بازرگان دست میندازه این رو میگه در بحبوحه سال 40 که خب تو ایران جبهه ملی دوم شده بود و فضای سیاسی بود و غیره، با چند نفر از دوستان رفتیم قم دیدن یکی از مراجع و ببینیم که ایشون چه نظری دارن، وارد شدیم دیدیم بحث داغی در جریانه و بعد میگه بحث داغ چی بود؟ این بود که اگر یک نفر تو خزینه رفته غسل کنه و یه نفر دیگه با یک لنگ قصبی داره آب خزینه رو به هم میزنه، تکلیف غسلش چی میشه؟ و از این مسائلی که یک در میلیون ممکنه اتفاق بیفته، آقایون فکر میکنن مثلا اگر اینو بذارن تو اون ماشین فانکشن علم و اصول یه جوابی براش پیدا بکنن که میکنن، هم این یعنی کمال فقه و یعنی کمال دین. اون وقت انحراف دومی که به نظر من در قرن 19 هم اتفاق افتاد این بود که اساساً شیعه، حوزه های علمیه شیعه دانش های مختلف دینی رو به حاشیه بردن، یعنی خود قرآن که کتاب این دینه و تفسیر قرآن در حوزه علمیه غایبه، اصلا جزء دروس حوزه علمیه نیست. تاریخ که تاریخ هر دینی مهم دانستنش در حوزه علمیه غایبه. ممکنه یه نفر به ابتکار خودش بره تاریخ بخونه، یه روحانی کتاب تاریخی هم بنویسه، ولی جزء دروس حوزه نیست. حتی همین فقه و اصولی که میخونن تاریخش رو نمیدونن، تاریخ این دانش ها رو کتابی ندارن جزء درس رسمیشون که بخونن. علم کلام که شاید همه ادیان مدیون متکلمینشون هستن، کسایی که استدلالای دینی در وجود خدا، پیامبر، وجوب دین غیره و غیره میارن، در بحثای کلامی در حوزه علمیه غایبه. اساسا علم کلام جزء دروس رسمی حوزه باز نیست. فلسفه غایبه، منطق غایبه، جز همون جامع المقدمات که مختصری توش فلسفه و منطق هست، اول شروع کاری طلبه، بعدن تا دوره‌ای که میتونه آیت الله عظما بشه دیگه، مرجع تقلیدم بشه، نه به فلسفه احتیاج داره، نه منطق، نه تاریخ، نه تفسیر، نه به حتی قرآن. به قول یکی از آقایون فقها میگفت یک کسی میتونه وارد حوزه علمیه بشه، از اون طرف بره دیگه بالاتری، خودش بشه مدرس اعظم و مرجع تقلید، در حالی که در تمام این دوره به 4 آیه قرآن بیشتر احتیاج نداره، اونم برای رد فلان حدیث مثلا. ببینید به قول شریعتی دادش یه موقع به هوا رفته بود که آخه این چه دینیه که تکست اصلیش که کتابشه، قرآنشه، در دروس رسمی حوزه نیست. به قول آقایون میگن اینا فضله، کسی خواست بخونه. ولی علم در حوزه های علمیه فقط فقهه. یعنی آقایون یک مغالطه بسیار بدی صورت گرفته، دین مساوی شده با احکام فقهی و تمام کوشش حوزه های علمیه از زمانی که یک طلبه وارد حوزه علمیه میشه، از عربی اولی که میخونه و صرف و نحو، ببینید جامع المقدمات میخونه، سیوطی میخونه، مغنی میخونه، 3 کتاب قدیمی که اینا همش عربیه، اونم عربی که نه عرب میفهمه نه عجم، یعنی عربی قدیمی که فقط بتونن لغتا رو ریشه یابی کنن برای اینکه بعدن توی استنباط حکم فقهی به دردشون بخوره. بعد میان لمعه و شرح لمعه میخونن که در واقع مقدمه فقه، مثل رساله توضیح المسائل جدید است، در واقع مال 800 سال پیشه، مال 700 سال پیشه، مال شهید اول و شهید ثانیه،
دوره حمله مغول‌ها و حکومت سربداران در خراسان لمعه و بعدم شرح لمعه، از جبل عامل بودن نویسندگانشون، از لبنان فعلی بودن چون شیعه اونجا بود، و لمعه و شرح لمعه میخونن، به قول طلاب لمعتین میخونن، بعد رسائل میخونن، مکاسب میخونن مال شیخ مرتضی انصاری که یه باب فقه رو که راجع به کسبه و حلال و حرام کسب و تجارت و اینا هستش اختصاصا میخونن، که البته علتش هم این نیست که بازاریا پول حوزه رو میدادن، سوالاشون زیاد بوده، این مثل یه کورس اضافه است. بعد آقای میبودی رسائل میخونن که خب کتاب اصول شاید تنها جاییست که همون علم اصول شیخ مرتضی انصاری جمع و تفریق یاد میگیرن، بعد کفایه میخونن که باز در فقه تموم شد. یعنی 8 دونه کتاب رو، اونم کتابای قدیمی با متد کهنه، میخونن میشن سطح رو تموم کردن، معادل لیسانس قرار دادن، میشن دیگه فقیه. حالا برای اینکه دیگه دوره به اصطلاح تخصصی بخونن، میرن پای درس خارج فقه یک مرجعی میشینن، او در واقع با ادله خودش کتاب وسائل شیعه مرحوم حرعاملی رو میذاره جلوش، از باب طهارت و اینها شروع میکنه، یکی یکی مسائلی رو که حرعاملی گفته رو مطرح میکنه، با فتوای خودش در واقع مثل اوستا شاگردی فتوا دادن و تمرین میکنه، شاگردا هم باهاش تمرین میکنن، به هم دلیل میگن خارج فقه، برای اینکه دیگه تکست بوک رسمی نداره، نوع مثل به اصطلاح آموزش مکانیکی که یکی به شاگردش یاد میده، یا پزشکی که مثلا ران میذارن نسخه نویسی و تشخیص و اینها رو استاد به دانشجو یاد میده، اینجا این مدرس به طلبه ها یاد میده، که به طلاب یاد میده که استنباط فقهی اینجوری میشه. به تدریج معمولا 6 سال 7 سال هم یه دورش طول میکشه. اینجاها دیگه معمولا این اگه جلوترا یکی حوزه رو رها نکرده باشه بره روزخون بشه، واعظ بشه و غیره، اینجاها دیگه معمولا شاگردای مرجع سابق میمدن مسجد میساختن مؤمنین، یه جایی میمدن پیش مثلا یه مرجعی میگفتن یه پیش نماز میخوایم، او هم مثلا میگفت چه میدونم این آشخ محسن خیلی خوبه و اینا، بعدم مینوشت که مجتهده چون پای درس ایشون بوده و مثلا استنباط کردن فقهی رو یاد گرفته و میرفت مسجدداری میکرد، که خب وارد معدودی هم میمانند در حوزه و خودشون درس دایر میکنن، یا اونایشون که خب جاه طلبی مثبت البته نه به معنی منفی دارن ادامه میدن میکنن، برن که یه روزی خودشون هم درس خارج فقه بدن، مرجع تقلید بشن و مرید جمع کنن و فالوور به اصطلاح مقلد دنبال کنن، جمع کنن وجوهات بگیرن و بالاخره بشن مرجع. ببینید من کاری ندارم، ممکنه یه کسی خودش روی علاقهش مثل مرحوم آیت الله نجفی مرعشی، خب اهل کتاب بود، کتاب زیاد میخوند، کتاب خونه خطی جمع آوری کرد غیره، اما یک طلبه از اولی که وارد میشه تا موقعی که خودش رو دیگه مجتهد میبینه و بی‌نیاز از تقلید و حتی آیت الله خودش مینامه، 8 دونه کتاب بعد بخونه، و همه اینام در خدمت این نیست که فقط فقه رو بشناسه و فقیه پروری میشه در حوزه ها. خود فقه آقای میبودی برعکس اون چیزی که شیعه معتقده باب اجتهاد بازه و به اصطلاح خیلی اوپن هستش توی مسائل، خیلی باز هستش، اگر شما به علم و اصول دقت کنید و به مسیری که فقه آمده اتفاقا بسیار بسته است. من روزگاری دقت میکردم و از برون دین نگاه میکردم، وسوسه شده بودم یه کتابی بنویسم و نشون بدم پشت این احکام فقهی که آقایون دارند یک تصوری از انسان نشسته، که این تصور مال قرون وسطاست. یعنی اگر شما لخت کنید به اصطلاح این پست مدرنا تشریحش کنید، لایه لایه هاشو باز کنید، دیکانستراکتش کنید و بیارید بیرون انسانی که در تصور آقایون هست از فهم انسان چه نوع موجودی است،
از پشت این احکام فقهی بکشینش بیرون، من مطمئنم خود اینا فرار خواهند کرد ازش. یک انسان مجبور غیر مختار نابالغ عرض شود که غیر مستقل پشت این احکام تصور شده، انسانی که به درد عهد کشاورزی و دوره روزگار بسته جهان بسته قرون وسطا میخورده، اساسا خواستگارش هم اونجاست. آقای سازگارا ممنون از توضیحاتی که دادید. حالا با این توصیفاتی که شما و این تعریفی که دادید، یعنی در پرورش شخصیتی به نام مجتهد یا فقیه قرآن غایبه در آموزش او جز بخشی از قرآن، این فقیه حتی اذانی رو که در دوره پیامبر توسط جلال حلب توسط بلال حبشی بر بلندای کعبه خوانده شده رو قبول نداره، دستکاریش میکنه، زر پیغمبر رو قبول نداره، بهش فحاشی میکنه، سه تن از برگزیدگان پیامبر رو قبول نداره که خلفای راشدین باشن، بهشون فحاشی میکنه، توهین میکنه. بنابراین حق دارن پاره‌ای که معتقدن تشیع در جز خیشاوندان اسلام نیست، یا نظر شما چیه؟ والا که به هر حال ببینید، سایر فرق را هم شما داخلش میبرین، فرق دینی گاهی دستکاری هایی کردن که اگه بخواین اونجور به اصطلاح اسکروتنایز کنین و برین موشه کافی کنین، میتونین همه رو کافر کنید. به هر حال با کم و زیادش باید تجربه. ولی من به نقل از آقای دکتر سروش عرض میکنم، ایشون واقعا یه نکته ای رو میگه، خیلی در نقد شیعه میگه در مواجهش با سایر فرق اسلامی، خیلی هم بهش انتقاد کردن و او نشون داد جانانه دفاع کرد. میگه شیعه دو تا کار کرده، به سایر وجوهش کاری نداره، میگه شیعه دو تا کار کرده که خیلی بد بوده در بین فرق اسلامی. یکی این که شیعه لعن خلفا رو در دستورش گذاشته، شخصیت های تراز اول صحابی پیغمبر رو، این خیلی بدعت بدی بوده، لعنت کردن خیلی کار بدی است، خیلی آزرده بوده. یعنی غیر مستقیم دیگران رو لعنت فرستادن به شخص، یعنی سب پیامبر دیگه، شما معنای دیگه نداره. بله ببینید، و این یک نکته. نکته دوم این که شیعه بسیاریشون قائل به تحریف قرآن بودن، این خیلی نزد مسلمین گران میاد. الان البته مثلا مشاهدی مثل آیت الله خویی، خب مرجع صاحب نفوذ و تراز اولی بود، او دامن شیعه رو سعی کرد پاک کنه، بگه نخیر اصلا این نیست. ولی واقعیت این نیست که بزرگانی از علمای شیعه قبلا این اتهام رو به قرآن هم می زدن که قرآن اصلی دو سوم بیشتر از این بوده، و اون دو سومی که حذف شده انگار قرآن سه جلد بوده، یه جلدش مثلا مونده، اون دو جلدی که حذف شده همه در وصف علی و فرزندانش و شیعیان بوده. خب ببینید، این از اون چیزای عجیب غریبی است که اولا واقعا به لحاظ دانش آموخته تاریخ عرض میکنم، مبنای تاریخی این حرف نداره، حرف مفت خلاصه با تحقیق تاریخی. ولی دیگران رو بسیار آزرده میکنه، برای اینکه به هر حال اسلام دینی است که در محوریتش قرآن و پیامبرش قرار داره. خب تا همینجا داشته باشید آقای سازگارا، وقت ما تمام شد، گفتگو رو پی میگیریم، گفتگوی خیلی مهمی سمیانان شما میتونید در شرکت بکنید. تشکر میکنم، ادامه میدیم گفتگو رو، اصلا در برنامه آینده.